سلام بر همگی، من سید محمد حسین جعفری هستم، مدیر تیم اندروید شرکت نوآوران شریف. الان که صدام خوب میاد؟ خب بعد امروز هم میخواییم راجع به augmented reality توی موبایل، توی پلتفرم های موبایل باهاتون صحبت کنیم. augmented reality ترجمه عیناً فارسیش میشه واقعیت افزوده. اول یه فرق خیلی کوچیکی بین augmented و virtual reality بگیم، بعد وارد بحثمون بشیم. ویرچوال ریالیتی محیطیه که کلن به صورت ویرچوال و مصنوعیه و ساخته شده توسط نرم افزار و کامپیوتر هاست. اما augmented ریالیتی در واقع یه تیکه مصنوعی اضافه شده به واقعیتی که شما در جلوتون حالا توی اون اسکرین دارید میبینید، که اون واقعیت معمولا از طریق دوربین ها به نرم افزار داده میشه. پس این فرق عمده بین این دوتا تکنولوژی که الان توی دنیا وجود داره. معمولا از ویرچوال ریالیتی ها برای بازی ها استفاده میکنن، کارهای خیلی بالایی داره، البته توی صنعت های دیگه هم الان به کار گرفته میشه، اما AR ها تقریبا تمام صنایع دیگه هم میتونن ازش بهره بگیرن، حالا به نحوه های مختلف. یکم جلوتر با هم دیگه میبینیم. یه خلاصه ای از تاریخچه AR براتون بگم. شاید باورتون نشه ولی AR اولین باری که به وجود اومد و ساخته شد سال 1968 بوده، تقریبا 50 سال پیش. توی دانشگاه هاروارد یه پروفسور با کمک دانشجوش اولین سخت افزار AR رو در واقع طراحی کردن، ساختن و بهره برداری کردن ازش. از اون موقع تا سال 1990 AR کمابیش دیولوب می شد، ولی بیشتر یه پروژه محرمانه مانندی بوده برای شرکت های بزرگی مثل ناسا یا حالا تأسیسات نظامی بیشتر آمریکایی. سال 2000 یه شرکت ژاپنی یه ابزاری رو درست کرد که هنوز هم اون ابزار داره کار میکنه، باز جلوتر بهش برمیگردیم، به نام AR Toolkit. این کیتی که این شرکت ژاپنی درست کرد در واقع یک انقلابی رو توی صنعت AR مثل این که ایجاد کرده از سال 2000 و باعث شد که همه خیلی فراگیرتر بتونن از واقعیت افزوده ها استفاده کنن. حالا بریم ببینیم که همین الان که داریم ما هم صحبت میکنیم چه استفاده های مهمی میتونیم از این AR بکنیم و این شرکت های بزرگ چقدر تا حالا ازش استفاده کردن. یکی از شرکت‌های معروف محصولات آرایشی و پوششی و اینا به نام سفورا توی فروشگاه‌هاش الان داره از AR به عنوان ترایان استفاده می‌کنه. یعنی شما می‌تونید با استفاده از تبلتی که حالا من می‌خواستم فیلمشو بذارم متأسفانه نتونستم، با استفاده از تبلت‌هایی که تو سطح فروشگاه قرار داده، شما دستتون رو پشت دوربین این تبلت قرار می‌دید، بعد می‌تونید ساعت‌های مختلف این برند رو روی دستتون امتحان کنید. که حالا اگه میشد فیلمم آخرش بهتون نشون میدم. این ساعت دستشو وقتی تکون میده جنبه های مختلف ساعت رو میتونه کاملا رو دستش ببینه، که خب این خیلی جذابه برای حداقل مارکتینگش، مارکتینگ خیلی قوی داره. یکی از بازی های معروف پوکمون گو که بیشتر وی آره ولی خب AR هم داخلش دخیل شده، تقریبا کل دنیا رو این بازی گرفت. شما تو خیابونا راه می‌رفتید. این پروژه دوم این شرکت اینگرس اگه اشتباه نکنم. پروژه اولش هم به همین قدرت کار کرد، منتها پوکمون گو به خاطر اسم قویی که داشت خیلی بیشتر گرفت، اما همچنان AR توش می‌درخشید. شرکت‌های کوچیک و بزرگ دیگه هم اومدن این وسط. این فرشی که اون زیر می‌بینید در واقع حالت فرشه و اون ساختمونا، اون درختا اینا توی تبلت فقط دیده میشه، حالا اینجا بخاطر تو عکس بودن میتونید ببینیدش. اومدن برای بچه‌ها نرم‌افزارای بازی ساختن یا حتی نرم‌افزارای آموزشی مثل نحوه مسواک زدن رو برای بچه‌ها طراحی کردن.
شرکت های ایرانی هم که این کار رو انجام دادن اگه بخوایم بهش اشاره کنیم، روزنامه همشهری از AR یه بار استفاده کرد برای روزنامه هاش، اومد عکسای روی روزنامه‌ش رو به صورت فیلم، وقتی شما دوربین رو می‌گرفتید روی اون عکس به صورت فیلم نشون میداد. الان یه مجله هست که در مجله تبلیغاتیه، متاسفانه عکساشون رو نتونستم اینا رو پیدا کنم بذارم، یه مجله تبلیغاتی هست که کنار بعضی از تبلیغاتش عکسایی که داره یه علامت AR گذاشته، اونا رو با استفاده از نرم افزار شما میتونید به صورت زنده ببینید. شرکت رفاه هم، چین استور رفاه، فروشگاه زنجیره رفاه هم الان یه نرم افزار AR داره که باش میتونید مکان فروشگاه دیگر رو لوکیت کنید. این شد سناریوهایی که الان وجود دارن و میتونیم ازشون بهره ببریم. خب این به ظاهر چیز خیلی باحالیه، اما از دور وقتی مثلا دیولوپرها میشنون یه ذره ای ترس فرا میگیره که وای چی کار کنیم حالا. ولی آیا واقعا انقدر سخته؟ نه راستش انقدر سخت نیست. گزینه‌هایی که الان بعد از این همه سال درست شده انقدر کار رو راحت کردن و کمک میکنن که دیگه جای نگرانی نیست که الان از کجا شروع کنیم یا چقدر بعد دخیل کدای پایین و سطح پایین بشیم. تونتون گزینه‌ها رو اگه بخوایم با هم دیگه ببینیم، چون تعداد زیاده، فقط خلاصه میگم. AR Core گوگله که جدیداً دیولپ شده، کراس پلتفرم، یعنی هم رو اندروید وجود داره هم iOS، اما رو iOS تمام گوشی های iOSی ساپورت میشن، روی اندروید فقط یک سری از گوشی های خاص که سیستم عامل اندروید و سخت افزارش رو دارن میتونن ساپورت کنن. علاوه بر سخت افزار بعد یه دونه اپلیکیشن کنار، اپلیکیشن AR Core هم توی اون دیوایس نصب شده باشه. یه ذره این نشدنیه راستش. بعدیش AR کیته که فقط برای iOS و خود شرکت اپل اینو دیولپش کرده. الان تمام گوشه اپل به صورت دیفالت توی دوربینشون همچین چیزی رو دارن، بارکود ریدرشون داره از این استفاده میکنه، به شدت نرم‌افزار قویه ولی خب متاسفانه فقط برای اپل. ویکیچوده که میشه گفت بهترین AR کیت دنیا رو فعلا داره دیولپ میکنه، تمام تمرکزشون رو AR، اما قیمتش مثل خود کالاش به شدت بالا و گرونه. گزینه‌های دیگه هم وجود داره، بگذاریم ازشون. گزینه ایزی AR که برای ما خیلی جذابه، تنها گزینه کاملا رایگان این مجموعه است که دارم میگم. و پایین تر بریم بازم AR Toolkit رو میبینید، بعد از 18 سال هنوز داره کار میکنه ولی خب کارایی قوی نداره، اون تقریبا میشه گفت مونده به همون دوران سال خودش. و این دوتا هم که حالا آخرش هستن. این جدولی که هست اومده خیلی خلاصه گزینه های مختلف رو با هم دیگه مقایسه کرده. همونجور که میبینید ویکیچود، اگه موس باشه بر ویکیچود، بالاترین رتبه رو داره ولی خب رایگان نیست. بعدش AR Core گوگل، بعد AR کیت و بعد هم میرسن به بقیه. منتها ما به دلیل رایگان بودن و جذابیتی که برامون داره با ایزی AR جلو میریم، حالا جلوتر باز بهش میپردازیم. رتبه زیاد پایینی نداره مثل AR Toolkit و طبیعتاً رتبه به شدت بالایی مثل ویکیچود هم نداره، یه چیزی اون وسط مسطا جا برای خودش باز کرده. همونجوری که گفتم ما حالا با بالا پایینای زیادی که کردیم، نتیجه‌ای که گرفتیم، بهترین SDK که به کارمون اومد ایزی AR بود که جلوتر ببینیم که چیا رو داره. مدل پرداخت این استیکر به چه صورته؟ شما حساب میسازید، مال گوگل و اپل که رایگانه تا حد خیلی زیادی تا جایی که یادمه، ولی اون ویکیشوده مثل بقیه حساب هست. حساب میسازید، بعد حالا یا مانسلیه یا ساله یا تعداد اپلیکیشنه، بعد بهشون پرداخت میکنید دیگه. لایسنسی نداره که بشه خرید؟ چرا، یه دونه وان تایم داره ویکی شود ولی به شدت گرونه. فری هم داره، منتها کاری نمیکنه فریش، یعنی حتی آبجکت رندرینگ خوبی هم نداره. الان خاطرم نیست که قیمتش چند بود، حالا نگاه میکنم میگم بهتون. خیلی لطف کردین. خب ببینیم که حالا ما ایزی ار رو انتخاب کردیم، اما چرا ما این انتخابش کردیم و چه چیزایی رو داره در اختیار ما میذاره و چی شد که نهایتا ما به انتخابش دچار شد.
6 تا برتری رو تونستم من توی ایزی آر بولد کنم و بر اینجا لیست کنم. اول از همه و بزرگترینش فری بودنشه، بدونی که هزینه بدیم و هزینه های هنگفت ویکی چیتو بدیم میتونیم ازش استفاده کنیم. بعد کراس پلتفرم باز مثل AR Core هم اندروید داره هم iOS، که خب خیلی جالبه، مثل AR Kit انحصاریش نکرده. واترمارک نداره. اکثر اینایی هم که رایگانن، رایگانای دیگه ای هم وجود دارن ولی یا محدودیتی دارن یا واترمارک میندازن. این خب خدا رو شکر حتی واترمارک هم نداره، نامحدوده. هر چند تا دیلتون بخواد میتونین باش اپلیکیشن، حالا تو کیس ما اینجا راجع به اندروید صحبت میکنیم، پکیج میتونید بسازید و مشکلی براتون ایجاد نمیکنه. البته برای هر پکیجی بعد توکن خودش رو ایجاد بکنه، اما اون توکن همچنان رایگان. مثال های زیادی تو سایتش داره که چجوری چی رو پیاده کنیم. تا جایی که به پیاده سازی مربوط میشه تقریبا با مثال ها شما رو کاور میکنه و پوششتون میده، جای نگرانی نداره. و برخلاف AR Core گوگل کاملا بکورد کامپتیبل هست، تا جایی که یادمه تا ورژن 14 اندروید رو ساپورت میکرد. AR Core گوگل از ورژن 7 به بالا ساپورت میکرد، الان نداریم گوشی های 7، خیلی کم. اینا خوبیاش بود، اما چیا داره اذیتمون میکنه؟ هیچ داکیومنتی نه SDK نداره، هرچی زحمت میکشید نونه بازی خودتون رو میخورید. بعد تو سمپلاش همه چیز رو گذاشته ولی توضیحی نداده بابتش. چیزی مورد سوم هم هست، حالا خیلی ها رو اذیت نمیکنه ولی منو یکم اذیت هم کرد، با گریدل نمیتونین ایمپورتش کنید، یعنی روی ریپوزیتوری آنلاینی نیست، بعد دستی خودتون بگیرید به پروژه اضافهش کنید. این که ما الان توی دنیایی هستیم که همه چیزی داریم سری سینک میکنیم و اینا، بعد اینو بخوای دستی اضافهش کنی بعد به گیت اضافهش کنی و اینا، یه ذره سختی های قشنگی نیست برای این دوران. حالا یه جنبه دیگه از ای آر رو نگاه کنیم که ما میتونیم چه کارهایی رو میتونیم با این ایزی ای آر انجام بدیم. تنها راجع به ای آر از صحبت کردیم، حالا ایزی ای آر ببینیم ایزی ای آر چقدر توانایی ای آری به ما میده واقعا. اول از همه یکی از گزینه‌های خیلی خوب ایزی ای آر ایمیج تریکینگ و ایمیج ریکاگنیشنه. البته اگه فقط بخوایم برای تشخیص عکس ازش استفاده کنید، طبیعتاً میتونید از فایر بیس هم استفاده کنید، مثل اینکه یه ابزار جدید ML Kit هم هست، البته اون پولیه و خیلی تواناییش باز هم محدوده. به نظر من ایزی ای آر خیلی تو این زمینه میتونه بهتر عمل کنه. علاوه بر تشخیص عکس، ترک عکس هم داره، یعنی اگه شما عکستون توی صفحتون داره حرکت میکنه، این اون حرکت رو براتون شناسایی میکنه و دنبالش میکنه و شما نیاز نیست براش کد بزنید. آبجکت تریکینگ داره، این عکس منتها یه آبجکت یه مدل رو براش تعریف میکنید و بهش میگید که اینو برای من ترک کن یا شناسایی کن. اینم باز بدون مشکل و درد و رنج زیادی انجام میده. آبجکت هایی که شما میخواین، اینجا قسمت ایارش، آبجکت هایی که شما میخواین رو براش تعریف میکنید، اول مدل سازی میکنید بعد تعریفش میکنید و با یه دونه کلاس رندرر ساده اینو به کور ایزی ایار میدید و اینو براتون حالا با توجه به اون مقیاس ها و پارامترهایی که دارید روی صفحه رندر میکنه، که تو نسخه فریه حتی ویکیچود هم این گزینه شو آبجکت آن اسکرین وجود نداشت. یکی از چیزایی که تو خود اندروید هم گهگدار اذیت میکنه پلی کردن ویدیوه. از ویدیو ویو شروع میشه آخرش هم به اکسو پلیر ختم میشه. ایزی ای آر اوت اف دی باکس خودش براتون این گزینه رو داره، بدونه که بخواید زخمی بشید و نمیدونم خودتون رو اذیت کنید، فقط ویدیو رو بهش میدید، از سه جای مختلف هم میتونید بدید، آنلاین، لوکال دیسک یا حتی باندل شده توی اپتون میتونید بهش بدین و پلی میکنه براتون. خب این که خیلی خوبه، چجوری اضافهش کنیم به پروژمون؟ اون هم زیاد سخت نیست. اول از همه شما باید برید سایتش، یه دونه لایبرری برای لایبرری جاواست که حالت API‌شه، شما ازش استفاده میکنید، توی پوشه لیبتون میذارید، نمیدونم اینجا چقدر دیده میشه، توی پوشه لیبتون قرار میدید مثل بقیه لایبرری جاوایی که اد میکنید. بعد از اون کتابخونه نیتیوش رو اضافه میکنید که حالا ورژن های مختلفی داره، من فقط ARM Abby V7ش رو اد کردم. و بعدم تنها کاری که باید توی گریدل بکنید این خطو که معمولا توی همه گریدل ها وجود داره، فقط اون دات جر آخر رو نداره، اینو بهش اضافه کنید و گریدلتون رو سینک کنید و تمام.
به همین شکل به پروژه‌تون اضافه میشه. حالا که ما اومدیم این ایزی ای آر رو به پروژه‌مون اضافه کردیم، بریم ببینیم که چطوری میتونیم از ایزی ای آر استفاده کنیم. من سعی کردم از اینجا به بعد و طبق سمپلای خود ایزی ای آر برم جلو که اگه بعداً شما خواستید برید ببینید درگیر خود سمپله نشید، حداقل یه داکیومنتی باشه برامون سمپلای که وجود داکیومنتی نداشته ای باشه برامون سمپلاش. توی مین اکتیویتی این سمپل ها شما سه تا قسم مهم میبینید. یکی ریکوست کامرا پرمیشنه، ببخشید اگه واضح نیست، بعد که خب طبیعتا ما داریم با دوربین اندروید کار میکنیم، دوربین اندروید هم از پرمیشن های حساس و دنجرسه، پس باید براش پرمیشن بگیرید. بعد انجینتون، انجین در واقع اینجا اون کور سی پلاس پلاسیه که برای ایزی ای آر نوشته شده، اونو همینجا اینیت میکنید با ای پی آی کی که برای پکیجتون ساختی. گفتم هر پکیجی باید ای پی آی کی خودش رو داشته باشه، البته این ای پی آی کی ها رایگانه. و بعد از این هم جی ال ویو رو، کلاس جی ال ویو که من دارم میگم اسما رو از روی همون سمپل ها برداشتم که برای مطالعه راحت تر باشه، جی ال ویو تون رو حالت اینیت میکنید. البته جی ال ویو یه کلاس اکستند شده از ویو اندروید و مثل بقیه ویو ها میتونید بسازیدش، اما حالا جلوتر که برید میبینید که ساختن تو کد خیلی راحت تر از XML. اینم بدنه خود مین اکتیویتی تون میشه. بالا فقط بهش گفتیم که اسکرین رو برامون آن نگه داره، اینجا اینیشیالایزش کردیم، جی ال ویو رو ساختیمش و در آخر هم ریکوست فور پرمیشن زدیم. از لایف سایکل های اندروید نمیشه فرار کرد، توی آن ریزیوم و آن پازمون هم جی ال ویو مون رو ریزیوم رو پاز کردیم. یکم راجع به جی ال ویو اگه بخوام توضیح بدم، جی ال ویو یه ذره اسمش خیلی ساده و کوچولو ساده است، ولی اون پشت کدی که اون پشت وجود داره خیلی چیز پیچیده ایه. جی ال ویو یه کلاس اکستند شده از جی ال سرفیس ویوه و جی ال سرفیس ویو یه کلاس اکستند شده از اوپن جی اله. اگه بدونید اوپن جی ال چی کار میکنه، در واقع این خروجی کار اوپن جی اله و خوشگل شده اوپن جی اله که اینجا داریم میبینیم. برای همین هم ما باید تمام پارامترهای اوپن جی ال رو رعایت کنیم. اینجا بحث اوپن جی ال زیاد نمی گنجه، خیلی بحث طولانی هم داره، اما خلاصش برای هندل کردن آبجکت و تصویر و ایناست، خیلی خلاصه. البته تو این سایتی هم که گذاشتم، خود گوگل توی داکای اندروید اومده اوپن جی الی که توی اندروید وجود داره رو توضیح داده. خود اوپن جی ال هم باز ورژن های مختلفی دارن و همین، چیز دیگه نیاز نیست برای جی ال ویو. حالا وقتی کلاس این جی ال ویو رو که برای ما زده شده رو باز میکنیم، باز خودش چندین تا کامپوننت داخلش وجود داره که حالا یکی یکی از اون کامپوننت ها هم توضیح بدیم. اول از همه ای جی ال کانفیگ چوزره که در واقع کانفیگوریشنی که شما میخواید به اون جی ال سرفیس ویو بدین و این کلاس مشخص میکنه. این کامپوننت هایی هم که دارم توی این اسلاید نشون میدم همه با یه ستر ساده توی همون کلاس جی ال ویو صدا زده میشن و فقط یه دونه آبجکت مثلا از ای جی ال کانفیگ چوزر میسازین و پاس میدین به اون سترش. پس کانفیگ چوزر کارش کانفیگور کردن کلاس اوپن جی ال و جی ال سرفیس ویو شماست. کانتکست فاکتوری، ای جی ال کانتکست فاکتوری، درست اسمش کانتکسته ولی با کانتکست اندروید فرق میکنه. در واقع این کانتکستی که داره اینجا ازش صحبت میکنه فضای رندر شماست، صفحه شماست، فریمتونه و جزئیات سایز و اینچنینی شماست. برای همین یه فکتوری نیاز داره که هر وقت این از این جنس آبجکت خواست بتونه این فکتوری بهش پروواید کنه، باز هم با یه ستر روی جی ال سرفیس ویو ضبط میشه، ست میشه. خود جی ال سرفیس ویو یه چیزی نیاز داره به نام رندرر که این رندرر در واقع هیوی لیفتینگ این قضیه است، یعنی میاد تمام کارهای سنگین رو برای شما انجام میده، اینکه صفحه‌ای که شما می‌خواید رو براتون رندر کنه یا اینکه آبجکتی اگه بهش دادین رو رندر در نهایت برای یوزر رندر کنه که بتونه ببینه. پس یه رندرر هم نیاز داره. حالا توی سمپل ها خود جی ال ویو و این جی ال سرفیس رندرر دلیگیت شدن به آبجکتی به نام هلو ای آر. باز اگه میبینید اسمش یه ذره
از بدوره، به خاطر اینکه خواستم سمپل و قوانینش رو حفظ کنم. اینجا که میبینید همون رندرری که باتون صحبت کردم اومده هلو ای آرش رو اینیت کرده، در واقع به جایی که رندرر رو همینجا پیاده سازی کنه داره دلیگیتش میکنه. بعد اگر سرفیسش تغییر بده دوباره داره به هلو ای آر اطلاع میده و در نهایت هر وقت هم که نیاز به درا کردن یه فریم داشته باشه اون کالبک صدا زده میشه و باز اون کالبک رو دلیگیت میکنه به هلو ای آر. باز برگردیم به لایف سایکل های اندروید، خود جی ال ویو هم لایف سایکل داره، یه ذره لایف سایکل تو لایف سایکل میشه در واقع. بریم اول لایف سایکل خود جی ال سرفیس ویو رو ببینیم. یه دونه آن ریزیوم داره که ما تو آن ریزیومش اون انجینی که جلوتر اینیشیالایزش کردیم و ریزیوم میکنیم و بعد تو آن پازش هم طبیعتا پازش میکنیم. حالا خود کلاس ویو هم یه لایف سایکل برای خودش داره که اتچ تو ویندو و دیتچ تو ویندو. اینجا باز اینجا رندررمون رو در واقع هلوی ای آرمون رو اینیشیالایز میکنیم و استارت و استاپش میکنیم. حالا این همه راجع به هلوی ای آر صحبت کردیم، این آبجکتی که اسمش رو گذاشتیم هلوی ای آر، بریم ببینیم که این آقا داره چیکار میکنه. خود این هلو ای آر کامپوننت های مختلفی باز از توش تشکیل دادن که هر کاری رو به یکی از اینا داره دلیگیت میکنه برای اینکه یه گاد آبجکت دیگه ساخته نشه. اول از همه سمپلی که ما رفتیم جلو با ایمیج ها داشت کار میکرد، یعنی آبجکتی رو ترک نمیکرد، پس طبیعتا ما به یه ایمیج تریکر نیاز داریم. ایمیج تریکر ها خودشون ایمیج تارگت دارن، یعنی شما تارگت هاتون رو تعریف میکنید به ایمیج تریکر ها میدید و این تریکر ها براتون دنبال میکنن این تارگت های شما رو روی اون صفحه، روی اون فریمی که در واقع دارید بهشون میدید. جلوتر کوتاه یه اسنیپت راجع به اینا میبینیم. طبیعتاً برای اینکه ایمیج تریکر بتونه یه چیزی رو ترک کنه بعد یه فیدی داشته باشه، یه ورودی داشته باشه که بتونه از روی اون ببینه این تارگتی که نیاز داره توش هست یا نه. فید ما اینجا اندروید کامرا دیوایس، پس ما از دوربین استریم فریم ها رو میگیریم، به کلاسی به نام استریمر میدیم. این استریمر در واقع این فریم ها رو به صورت استریم تبدیل میکنه و به ایمیج تریکر میده. بعد از اون سر ماجرا اینه که ما بتونیم، خب حالا ما اینا رو ترک کردیم، پیدا کردیم، حالا میخوایم رندر کنیم. اینجاست که شما باید آبجکت رندررتون رو بهش بدین که اگر ایمیج تریکرها نتیجه سرچشون پوزتیو بود، مثبت بود، بیان آبجکتی که شما ساختین رو براتون روی اون فریم رندر کنن با حالا جزئیات حجم و زاویه خاصی که شما از قبل برای آبجکت رندر تعریف کردید. یا شما میاید کامرا رندر تعریف میکنید. کامرا رندر در واقع همون ویدیو رندرره، یعنی شما میاید ویدیوهایی که میخواین و اگر من اشتباه نکنم، بله، ویدیوهایی که میخواین رو به این کامرا رندرر میدید و اگه بخواین ویدیوی روی اون فریم رندر بشه با استفاده از این کامرا رندرر روی ویوپورتتون براتون رندر میکنه. برای اینکه بتونید یه دونه عکس رو به ایمیج تارگت ها بدین به عنوان یه ایمیج تارگت تشخیصش بده ایزی آر، گفتم روش های مختلفی وجود داره. یکی از روش ها اینه که عکس رو مستقیم بذارید توی اسستتون، یا نه به هر دلیلی نمیتونید توی asset بذارید، توی درایبلاتون میتونید قرار بدید، یا نه بازم توی درایبلا هم نمیشه، عکسو دانلود کنید بذارید توی پوشه های فایل های گوشی یوزرتون و همه اینا رو میتونید در مجموعه قالب یک جیسون تعریف کنید که حالا اسلاید بعدی راجع به این جیسون صحبت میکنیم، میتونید تعریف کنید و به ایزی ای آر بدید تا خیلی راحت تر از اینکه ابسولوت پث بدید یا اینکه بهش بگید برو از asset بخون بیا، این جیسون رو بهش میدید خودش پارز میکنه و میخونه. فرمت جیسون یه فرمت ثابت و تعریف شده است طبیعتاً. دو نوع آبجکت جیسون میتونید شما تعریف کنید، یکی ساده شده بالایی، دو پایینیه، که طبیعتاً حسی که برداشت میشه از روی این جیسون اینه که پایینی باید دقیق تر کار بکنه، چون داکیومنت نداره خودم دقیق نمیدونم. خب تو قسمت ایمیج اسم فایل عکستون رو بهش میدید، مثلا name.1.jpg یا png. توی نیم تگی که میخواید با اون عکس رو شناسایی کنید رو بهش میدید،
چون بعداً اگر این عکس رو شناسایی کنه خود اسم فایل رو بهتون نمیده، در واقع اون تگی که براش ست کردین رو بهتون میده. پایینی هم که خب اومده سایز عکس رو گفته و یه دونه UID هم به عنوان استرینگ به اون عکس داده، که حالا فکر میکنم باز UID هم برای تشخیص بهتر اون عکسه باشه. کامرا فریم استریمر در واقع میاد از حالا ما گفتیم که اینا رو این فریمامون رو داریم از کامرای دیوایس میگیریم و به صورت استریمش میکنیم و بعد در نهایت به ایزی ای آر میدیم. حالا یه ذره راجع به این روند صحبت کنیم. شما به محض اینکه کامرا رو باز میکنید یه گزینه داره، میتونید بگید که اینو روی تصویر روی این ویوی که زدم خودت نشون بده. اینو این اندروید این قابلیت رو داره. اما کاری که ما اینجا میخوایم بکنیم، چون میخوایم روی فریم یه سری محاسبات انجام بدیم، این کار رو نمیتونیم مستقیم بدیم خود سیستم عامل اندروید انجام بده. برای همین ما یه حالت فیلتر مانندی نیاز داریم که تک تک فریم هایی که داره دوربین ضبط میکنه با همون سرعت دوربین باید بیاد و از این فیلتر ما رد بشه. برای همین اول یه کامرا دیوایس از اندروید میگیریم. این کامرا دیوایس رو به کلاس اکستند شده از استریمر به نام کامرا فریم استریمر میدیم. میاد فریم به فریم این فیدی که داره از کامرا میگیره رو به صورت استریم درست میکنه، به صورت پشت سر هم درستشون میچینتشون و بعد هم خروجی میده، که حالا خروجیشو قبلا گفتم. آبجکت رندرر هم باز توضیح خلاصه‌ای دادم. آبجکت رندرر رو شما میتونید هر چیزی رو که بتونید مدل سازیش کنید به صورت یه آبجکت رندرر در بیارید، یه کلاس آبجکت رندرر، که اون آبجکت دلخواه شما میتونه میز باشه، میتونه صندلی باشه، میتونه کلاهی که روی سر اون فرد میذارید باشه. اینجاست که اون ساعت‌هایی که توی شرکت سفورا دیدیم، ساعت‌ها توی آبجکت رندررها تعریف میشن اگه بخوایم مثال بزنیم. پس اگه ساعتی میخواید تعریف کنید جاش اینجاست. ویدیو رندرر هم معادل آبجکت رندرره طبیعتاً برای ویدیوها.